حاج آقا زیا، حاج آقا زیا، اومدم. اینجا چه میکنی؟ نتونستم من. پنج نفر رای گرفتیم. ولی من مخالف بودم. دلیل نمیشه سرپیچی کنی از رای جام. سرپیچی میکردم، سیفو رو نمی آوردم اینجا. چه مرگت شده؟ ساکت بشینی میخوام بکنه ریشه ای مشروطه؟ دست خودتو میبوسه. کجا داری میری مستر؟ سیفو رو با خودت میبری به این جشن، قوامو ببینه بشناسه برای روز انتقام. بیرون منتظرم. بعد از اینکه به دستور قوام طایفه بازن کل و مجمعین قتل عام شدن و خیلی بیر مگه کی؟ مگه چی گفتم؟ چی شد؟ خدا لعنتت کنه مستر، فکر کردم گفتی بهش. سیفور، 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 وقتی خبر آمد همون موضوع بودم نمیتونستیم باور بکنیم. خبر وحشتناکی بود. سلام قربان. سلام. خوش اومدید. اوزا به مرحمت شما. بفرمایید. بفرمایید باشه. سلام دست قوا. خوش اومدید. خوش اومدین. بفرمایید. سلام جناب دکتر، خیلی خوش آمدید. ایو بله قربان، لباس قشنگی داری ایو، خبر داشتی؟ اگه مقبول شما از حتما قشنگه، ولی کاش قلب آدم قشنگ باشه. این حرفت از لباست قشنگتر. لباس کهنه میشه و از چشم میفته، ولی قلب قشنگ همیشه قشنگه.
چرا ما حرفای قشنگ میزنیم؟ ما آدم های کوچک و عقیری هستیم. با هر رافی هر کسی بزرگ میشه، ولی در عمل کو بزرگی؟ چه جرعتی؟ منظورت حضرت اشرف بود که تو اینجور مجالس حرفی میکنه؟ نه، من هرچی گفتم درباره خودم گفتم. نگران نباش، چیزی نمیکنم. نمیخواد جا و بلده. سلام دکتر راسته، حالتون چطوره؟ قبول. این که از اقوام دوره، از وقتی که دستم درد گرفت و دیگه نتونستم فیفن. بفرمایید. دیشب زن من گفت به من مطرف دورون، گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون، گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون، گفتم بله قربون، بله قربون، بله قربون. چرا تیر اندازی نمی کنن؟ مردم از کجا بدونن که ما داریم میان؟ خوش آمدید. من تو رو کجا دیدم؟ حضرت اشرف، سلام. به به آقای دکتر. سلام، خوب هستیم؟ متشکرم. بلند شو پسرم، نمیبینی صندلی خالی کمه برای بزرگان؟ اشکال نداره، برو مطب. بیا فرزندم، بیا. بفرمید. برو دیگه این برای پیدات نشه.
دست این نون برخ روز خورا، امان امان از دست این کاسلیسا، امان از دست این مشروطه چیا. پدر سفچه ما رو در آورده، از اون طرف باید بکشیم، از این طرف هم باید بکشیم. از دار دنیا یه نوکر دارم به جای اینکه بشه عصای دست من، پدر صاحب بچه منو در آورده. الان هم معلوم نیست کجاست. بابا یه نفر نیست، یه آدم عاقل بیاد بزنه پس کله من، بگی آخه این نوکر تو داری؟ اینم نوکر تو داری؟ چرا میزنی پسر؟ کسی نبود، خودم معرفت کردم. تو باز همینطوری سرت انداختی راه افتادی اومدی تو؟ دروا بود اومدیم نیگه. دروا بود؟ آقا جان شما وقتی میای پیش یه بزرگتر یه چیزی نباید بگی. چی باش بگم؟ چی باید بگی؟ دوست دریوری. دریوری چیه آقا جان؟ یه کلمه چهار حرفیه، اولش سین، بعدش برگشت تو هست بزن دیگه. اولش سین، اولش سین، 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 اولش چه میگی سین؟ سیرابی. سیرابی چیه آقا جان؟ یه کلمه چهار حرفیه، وقتی بزرگترت رو میبینی احترام میخوای بذاری، اولش سین، دومش لام. اولش سین، دومش لام، اولش سین، دومش لام، داری لای، دارای لای، دارای لای، دارای لای. خرس و برقصا بردیم. چی خرس و برقصا بردیم؟ تو میرقصی خب. الان خرس منم؟ دوره جونه خرس. آقا جا. من برای چی بتا گفتم بیا اینجا؟ بیا این بر وایسه ببینم. تو بیا این بر وایسه. برو اون بر وایسه کارت دارم. بگو بگو. آقا جا. جاره. چند سال شما تو خونه من داری زندگی میکنی؟ 20 سال میشه. 20 سال بله 20 سال شما نوکر منی. بله. پدر شما نوکر پدر من بوده. پدر من نوکر پدرت بوده؟ بله. پدر بزرگ شما نوکر پدر بزرگ من بوده. اصلا شما خود جای پدر منی؟ بله. جای داداش منی؟ بله. هرچی نباشه شما جای زن منی؟ بله من جای زن. بله. من جای زن تو؟ نه یعنی رابطه ما خیلی نزدیکه. رابطه ما نزدیک پدر فرزندیه. بله بله. تو مثل پسر من میمونی. من از تو خواستم بیای اینجا. خیلی خوب بود واقعا. خسته نباشی. خسته نباشی واقعا. بچه ایم امروز خیلی خوب رفتم. شما؟ کی هستی تو؟ امید تیموشم. آن گرانسنگ کلانتر کل مملکت فارس، حضرت اشرف قوام الدوله عزیز. افتخار حضرت اشرف. متشکرم، متشکرم. خوشحالم که در این ساعت سعد به همه دوستان وطن پرستم مژده بدم و اعلام کنم که با رشادت‌های مردان پاکبازی چون جناب شاهباز دست متجاسران از مال و ناموس مردم بحیرآباد برای همیشه قطع شد. برای همیشه. و من از اینجا، از این مکان مقدس، انجمن مشروطه محمدیه، اعلام میکنم و اطمینان میدم که شیراز بلکه کل مملکت فارس بر مخالفان راه آزادی و مشروط خواهی غلبه کرده است. از این به بعد
زنده باد عدالت خانه، زنده باد قانون، زنده باد حریت. من فدایی شماره 19 مأموریت دارم که این خائن رو به سزای اعمال ننگینش برسونم. از اینجا میروی روی پشت بوم طویله ها، از اونجا هم پشت بوم بازار. تو را منتظرت که بسپرنتت به آغازی ها. بهادر گفته بود پدری کنم برات. بخش من تو فراریش دادی؟ بله، کار من بود. چرا؟ چون هیچ پدری پسرشو تحویل نمیده. پسر؟ این پسر تو بود؟ ولی ازدواج نکردی تو؟ باهوشی. این پسر از آسمونا اومد، الانم رفت تو زمین. سوختن افتاده ای مردانه باش. این شعر رو پدرم همیشه میخوند. بعدشم فاطمه میفرستاد برای آسید محمد، میگفت تا وقتی مرد نسوزه و خاکسترش رو به باد نده مرد نمیشه.
قسم به حرمت این اجاق که محبت این خانواده از قلبم هرگز بیرون نخواهد رفت. ما رو قتل عام کرده بودن، زن و بچه ها به هیچ کس رحم نکرده بودن. نباش اصلا، سفارش کردن جاش امنه، میره تهران درس میخونه برمیگرده. یادت نره تو به سر بهادری همیشه. حتما باید ارث ببره از هر دو پدر، هم دکتر بشه هم فدایی. حواست جمع کن، تهران شهر شلوغیه. برو به سلامت. در پناه خدا. برو به سلامت. خوشحال مردی شده برای خودش. تا که نوبت خورشید برسه. میشه یه خورشیدی هست که به من امید ببنیم و من فضلش بنیم.